بینندگان عزیز سلام عرض شد، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم. اخیرا دوستان زیادی از من سوال میپرسن که ما از چه طریقی میتونیم بیایم کانادا، راه‌های اومدن به کانادا چجوریه. من با توجه به اینکه کارم اصلا تو زمینه مهاجرت نیست، ولی احساس کردم لازمه یه ویدیو تهیه بکنم و توی این ویدیو میخوام به صورت مقدماتی راه‌های اومدن به کانادا رو خدمتتون عرض کنم. با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، ما به طور کلی 5 تا راه واسه اومدن به کانادا داریم. راه اولمون راه تحصیلیه، یعنی پذیرش تحصیلی میخواید بگیرید. اول میبینید تو چه رشته‌ای میخواید تحصیل بکنید، تو کدوم قسمت کانادا چه دانشگاهی براتون مناسب هست، اینکه میخواید خودتون هزینه های تحصیلتون رو بدید یا فاند بگیرید از دانشگاه. اینا همه نکته های مهمیه که تو تصمیم گیریتون تاثیر میذاره. قسمت دوم مربوط به اخذ ویزای کاریه که من میخوام توی این ویدیو برنامه اکسپرس انتری دولت کانادا رو گام به گام براتون توضیح بدم. راه سوم یه راهیه که خب همه اطلاع دارید و من صرفا اشاره میکنم بهش، من هیچ تجربه ای ندارم و به کسی هم توصیه نمیکنم. این راه راه پناهندگی هست. مورد بعدی اخذ ویزای توریستیه و مورد آخر هم ازدواج با فرد کانادایی یا کسی که در کانادا اقامت دائم داره. قبل از اینکه من بخوام ویزای کاری کانادا رو توضیح بدم خدمتتون، خواستم اشاره بکنم که در خصوص مهاجرت شما لازم نیست حتما مراجعه بکنید به افرادی که به اصطلاح بهشون وکیل مهاجرتی میگن. تمام اطلاعات لازم برای مهاجرت به کانادا اولین مرجعش خود سایت دولت کاناداست که من میخوام به طور خلاصه نشونتون بدم این سایت رو و بعد ببینید چجوری اینا رو سرفصلشون رو جدا کرده و فقط این 5 تا راهی که خدمتتون عرض کردم هم نیست. راه متفاوت دیگه هم هستن. طور که گفتم خدمتتون، من کارم مهاجرت نیست، ولی برای کسانی که بخوان هر کدوم از این راه ها رو بدونن و باهاش آشنا بشن، اطلاعات لازم و کافیشون با یه سطح متوسط زبان انگلیسی میتونن همه رو از سایت خود دولت کانادا به دست بیارن. خب ما الان میخوایم بریم سایت رسمی دولت کانادا که canada.ca هست. من لینکش هم توی دیسکریپشن این ویدیو براتون میذارم و میتونید خودتون وارد این سایت بشید. اول اینکه دو تا زبان رو میخواد، به چه زبانی میخواد سایت بیاد بالا. خب کانادا زبان رسمیش فرانسوی و انگلیسی هست، ما انگلیسی رو انتخاب میکنیم. وارد این سایت که میشید، این سایت مرجع اصلی تمام اطلاعات کاناداست. یعنی وقتی شما به افرادی که به اصطلاح وکیل مهاجرتی هم هستن مراجعه میکنید، تنها مرجعی که این افراد دارن همین سایته، هیچ چیز دیگه ای نیست که میتونید خودتون مراجعه بکنید و راه‌های مختلفی که میتونید بیاید کانادا رو دونه دونه مراحلش رو ببینید. ببینید مثلا تو صفحه اول این سایت اومده در خصوص مهاجرت سرفصلش هست، در خصوص شغل، مزایا، سلامتی. خب ما این سرفصل ها اصلا به دردمون نمیخوره الان و موضوع ویدیومون نیست. میریم تو قسمت مهاجرت. خب توی قسمت مهاجرت ما میبینیم این مای اپلیکیشن برای افرادیه که تقاضای هر نوع ویزایی رو دادن، میتونن برن از پروفایلشون و شرایط ویزاشون رو گام به گام مشاهده بکنن. ولی ما اینجا میبینیم که برای توریستی یه سرفصل گذاشته، برای مهاجرت یه سرفصل گذاشته، برای کار یه سرفصل هست، برای استادی که تحصیلی هست مجدداً جدا اطلاعات داره، در خصوص شهروندی کانادا و حالا خود افراد کانادایی، حتی پناهندگی جدا، اینا رو به تفصیل سرفصلاشون رو گذاشته. هر کدوم رو باز بکنید کلی اطلاعات دقیق و بروز از همون ویزایی که افراد متقاضی گرفتن اون هستن رو میتونن توی این قسمت از سایت مطالعه بکنن. توی این ویدیو من قصدم اینه که صرفاً به قسمت ویزای کار کانادا که برنامه اکسپرس انتری هست اشاره بکنم و تک تک مراحل اونو خدمتتون نشون بدم. از اونجایی که من خودم با ویزای اکسپرس انتری اومدم کانادا،
فکر میکنم اطلاعات اولیه رو میتونم توی این ویدیو خدمتتون عرض بکنم و کسایی که مایل هستن که از طریق این ویزا اقدام بکنن و به کانادا بیان بررسی بکنم ببینن شرایطشون به این ویزا میخوره یا نه. دوستان توی همین سایتی که خدمتتون نشون میدم یه دونه ابزاری هم داره در خصوص ویزای اکسپرس انتری که به افراد اجازه میده بیان امتیازشون رو حساب بکنن توی این ابزاری که اداره مهاجرت کانادا تهیه کرده و ببینن واجد شرایط برای گرفتن این ویزا هستن یا نه. این ابزار رو ما میتونیم توی این قسمت از سایت که cic.gc.ca هست مشاهده کنیم. اگر هم شما گوگل هم بکنید CIC Calculator، همین اولین لینکی که میاره دقیقا این قسمت از سایت من، لینک این قسمت از محاسبه امتیاز هم توی دیسکریپشن ویدیو براتون میذارم که میتونید خودتون امتیازتون رو حساب بکنید. ولی امروز میخوام که با هم کل مراحل محاسبه امتیاز این ویزا اکسپرس انتری کانادا رو با هم پیش بریم و ببینیم به چه صورت هست. من یه مقدمه در خصوص این ویزا بگم. این ویزا اکسپرس انتری یه سیستم امتیازدهی هست که به متقاضیات تو 4 تا سرفصل مختلف که سنشون هست، که سن بین 28-29 ماکسیموم امتیاز رو میگیره، تحصیلاتشون هست که حداقل باید فوق لیسانس باشه، یا دوستانی که ناپیوسته هم لیسانس خوندن هم امتیاز کافی برای شرکت توی این ویزا رو میگیرن. مورد سوم مدرک زبان هست که هم میتونن دوستان زبان فرانسه داشته باشن یا زبان انگلیسی، که جلوتر بریم با هم میبینیم که چه مدارکی رو اداره مهاجرت قبول میکنه. ولی در خصوص آیلز حداقل نمره‌ای که لازمه، اول اینکه آیلز باید حتما جنرال باشه و حداقل نمرش برای اسکیل لیسنینگ 8 و 3 تا اسکیل دیگه یعنی ریدینگ و رایتینگ و اسپیکینگ 7 باید باشه. و قسمت 4 که شامل امتیازدهی توی این سیستم اکسپرس انتری میشه سابقه کار هست. شما حداقل باید 3 سال سابقه کار مرتبط با رشته دانشگاهیتون داشته باشید. خب بریم ببینیم مراحل محاسبه امتیاز توی این سیستم به چه صورته. اولین گام محاسبه امتیاز وضعیت نکاحی است. اینکه شما مجردید، متأهلید، طلاق گرفتید یا حالتهای مختلفی که الان با هم ببینیم. ببینید زده annulled marriage، یعنی این حالت از ازدواج حالتیه که با حکم دادگاه میان میگن که یک فرد، دو تا فردی که با هم ازدواج کردن نیاز ندارن بدون اینکه طلاق بگیرن از هم جدا بشن یا اصلا بدون ثبت قانونی با هم ازدواج نکردن. این به این صورته. common law توی کانادا شما اگر با فردی به مدت 1 سال زندگی بکنید بدون اینکه به صورت قانونی ازدواجتون رو ثبت بکنید مشمول common law میشید و اون رابطه رو یه ازدواج در نظر میگیرید. مورد بعدی divorce یا separated هست که طلاق هست. legally separated، من حالا دوستان متخصص بحث حقوقی نیستم، در حد دانش خودم خدمتتون عرض میکنم. قبل از اینکه افراد طلاق بگیرن یه دوره حدودا 1 ساله جدا شدن از هم رو دارن که بهش legally separated میگن. بعد از اون طلاق صورت میگیره. married که ازدواجه، never married or single که کسی که هیچ وقت ازدواج نکرده یا به عبارت مجرد هست، و widowed کسی که بیوه است. ما حالا در نمونه من سینگل رو انتخاب میکنم، شما بعدا خودتون طبق شرایطتون میتونید از طریق لینکی که براتون پایین گذاشتم توی دیسکریپشن میتونید امتیاز خودتون رو بر اساس شرایط خودتون حساب بکنید. خب بعد از اینکه شما وضعیت نکاحیتون رو مشخص میکنید میاد میگه که سنتون چقدره. همونطور که گفتم یه بخشی از امتیاز مربوط به سنه، بیشترین امتیاز رو به بین 28 تا 29 بهش تعلق میگیره. من توی این محاسبه امتیاز آزمایشیمون 28 رو انتخاب میکنم. بعد از این میاد میپرسه که شما تحصیلاتتون به چه صورت. تو قسمت تحصیلات برای سیستم مهاجرت کانادا مهمه که شما تحصیلاتتون داخل کانادایی هست یا خارج کانادایی. اگر داخل کانادایی باشه خب امتیازش متفاوته، با ارزش‌تر براشون چون سیستم آموزشی خودشونه و مورد قبولشون هست.
اگر تحصیلاتتون خارج از کانادا هم باشه فرقی نمیکنه، هر جای دنیا، چه ایران باشه چه اروپا باشه، در صورت خارج از کانادا است، شما باید بیاید مدارک تحصیلیتون رو به یکی از مؤسسات ارزیابی مدرک تحصیلی بفرستید، به این صورته که اگر دانشگاه سراسری باشید باید تعهد تحصیلتون رو، تعهد خدمتی که دارید رو آزاد بکنید، هزینه‌شو پرداخت کنید یا معادل تعهدتون سابقه بیمه داشته باشید، مدارکتون رو ترجمه میکنید، مورد تایید وزارت علوم میکنید، مهر میخوره، میبرید قسمت دانشگاهتون تو بخش بین الملل، ترجمه هایی که صورت گرفته رو شما باید بیاید تو سایت معمول ترین مؤسسه‌ای که الان ارزیابی مدرک تحصیلی انجام میده، سایت WES یا WES هستش، یعنی World Educational System هست، شما میرید تو پروفایل WES اکانت باز میکنید، هزینه‌شو پرداخت میکنید، یه کدی بهتون میده که مدارکتون ترجمه ها رو میدید قسمت بین‌الملل دانشگاهتون، اون کد WES رو روی پاکتی که به دانشگاه دادید مینویسید و مدارکتون ارسال میشه برای WES. موقعی هم که پروفایل WES رو میسازید میگه که هدفتون از ارزیابی مدرکتون چیه، تحصیلیه یا مهاجرت، مهاجرت هم هست به کدوم کشور، شما اعلام میکنید که WES که ارزیابی میکنه یه نتیجه ارزیابی رو، حالا ممکنه ایمیل کنه براتون، ممکنه واقعا فیزیکلی یه کاغذ بفرسته براتون و یه نسخه هم به اداره مهاجرتی که شما گفتید اونجا میخواید برید ارسال میکنه، یه دونه هم کد داره که شما وقتی نتیجه رو بهتون اعلام میکنه، موقعی که میخواید پروفایل بسازید برای ویزای کانادا اون کد WES رو اعلام میکنید و ادعای این که شما میگید من ادعا میکنم فوق لیسانس دارم، با اون کد WES ارزیابیشو نشون میده که بله این مثلا فوق لیسانس معادل فوق لیسانسیه که توی کانادا ازش انتظار داریم و امتیاز شاملش میشه. خب این قسمت تحصیلات بود خدمتتون عرض کردم که شما انتخاب میکنید، مثلا من فوق لیسانس رو انتخاب میکنم، قشنگ ازتون میپرسه که میگه این مدرک رو شما داخل کانادا به دست آوردید یا نه، که اگر به خارج از کانادا باشه همون توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم شاملش میشه که ما نه انتخاب میکنیم. بخش پنجمش مربوط به توانایی زبانیتون هست، شما توی برنامه اکسپرس انتری میتونید دو تا زبان رو امتیازش رو بگیرید، فرقی نمیکنه، میتونید زبان اول رو انگلیسی بذارید، زبان دوم رو فرانسه بذارید، ولی در صورت باید زبان اولتون اون حداقل امتیاز لازم رو داشته باشه که شما امتیازش رو بگیرید و امتیاز زبان دوم هم براتون حساب بشه. خب در خصوص مدارک زبانیش میدونیم که اعتبار دارن این مدارک و اینجا توی این مورد داره میپرسه که آیا کمتر از دو سال اعتبارش هست یا بیشتر از دو سال. اگر شما بگید خب بیشتر از دو سال اصلا مدرکتون قابل قبول نیست، خب میزنید بله کمتر از دو سال یعنی مدرکمون معتبره. بعد این قسمت میگه چه زبانی، چه مدرک زبانی داریم. سلپیپ داریم که صرفا مخصوص کاناداست، ولی خب تا جایی که میدونم تو دبی هم برگزار میشه. مدرک آیلتس تف کانادا مدرک فرانسویه و TCF کانادا مدرک فرانسوی مجدد. من آیلتس رو انتخاب میکنم، عرض کنم خدمتون اسکیلایی هم که حداقل قبلش خدمتون گفتم وارد میکنم که 3 تا اسکیل 7، لیسینینگ 8. شما اگر از این امتیازها بالاتر هم نمره زبانی بگیرید مجدداً یه امتیاز مثلا در حد 5 امتیاز 4 امتیاز به کل امتیازی که دارید اضافه میشه. شما میتونید خیلی راحت خودتون با وارد کردن نمره‌های مختلف توی این قسمت از سایت امتیاز نهاییتون رو ببینید. بعد از اینکه ما امتیاز زبان رو وارد کردیم، اینجا تو این قسمت میگه که شما زبان دوم هم میخواید وارد کنید یا نه، که من اینجا فعلا میگم نه. قسمت بعدی میاد در خصوص سابقه کار میپرسه ازتون. سابقه کار فول تایم کانادا هفته ای 37 ساعت و نیم یا حدود 40 ساعته. سابقه کارتون اگر داخل کانادا باشه مجددا امتیازش با خارج از کانادا متفاوته. خیلی از دوستان توی این قسمت از محاسبه امتیاز اشتباه میکنن و میان سابقه کار کاناداییشون رو انتخاب میکنن، بعد مثلا میان میبینن امتیازشون چقدر زیاد شده و فکر میکنن الان میتونن واسه این ویزا درخواست بدن، در صورتی که این قسمت رو دقت کنید که سابقه کار داخل کانادا و خارج کانادا رو درست انتخاب کنید. من
برای حالتی فرض میکنم که یکی از داخل ایران یا خارج از کانادا میخواد برای این ویزا اقدام بکنه و سابقه کار داخل کاناداییش رو صفر در نظر میگیرم، که اینجا انتخاب میکنم ندارم سابقه کار کانادایی. وقتی میگم ندارم، این میاد میپرسه که تو 10 سال گذشته شما سابقه کار خارج از کانادا در اون رشته‌ای که اعلام کردید چند سال داشتید، که این مورد هم حداقل باید 3 سال رو بزنید که حداکثر امتیاز رو بگیرید. در خصوص سابقه کار هم من خلاصه بگم خدمتتون. سابقه کار، ببینید، وقتی شما اعلام میکنید که 3 سال توی شرکتی کار کردین، باید نامه بگیرین و اداره مهاجرت میتونه از شما additional documents در خصوص اون سابقه کارتون بخواد. به همین خاطر شما باید سابقه کاری که اعلام میکنید حداقل بیمه‌ای براتون رد شده باشه، سابقه کاری داشته باشین و به نحوی بتونین سابقه کارتون رو در صورت لزوم اثبات بکنید. من نمیگم الزامی هست، ولی اگر 1% اداره مهاجرت بخواد پیگیری بکنه ادعایی که شما کردید رو، میتونه اصلا از شرکتتون بپرسه، میتونه ایمیل بزنه. بالاخره شرکتی که کار کردید اسمش رو اعلام کردید، سربرگش هست، مهرش هست، و اگر آفیسرهایی که پرونده مهاجرتی رو بررسی میکنن لازم ببینن مدارک جدایی واسه اثبات ادعاتون، میتونه ازتون بخواد. خب تو قسمت بعدی میاد میگه که آیا شما سرتیفیکیتی از یکی از استانهای کانادا دارید که واجد شرایط کار کردن توی اون استانها هستید، که معمولا افرادی که تو ایران هستن ندارن، همچی امکانی براشون نیست و من نو رو انتخاب میکنم. تو قسمت 8 میگه آیا پیشنهاد کاری از یکی از شرکت‌هایی که داخل کانادا هست شما گرفتین؟ این هم عمدتا نه هست برای ایرانیا، من نه انتخاب میکنم. قسمت 9 مربوط به دعوتنامه استانی هست که برخی افراد دارن و شامل امتیاز میشه. سیستم اکسپرس انتری در مجموع 1200 امتیاز داره، 600 امتیاز مربوط به دعوتنامه های استانی هست. ببینید دولت کانادا چون فدرالی هست، جدا خودش این اکسپرس انتری یعنی فدرال سکیلد ورکر هست، از این طریق دعوتنامه میفرسته. یه حالتی هم خود استانهای کانادا میبینن برخی رشته ها رو لازم دارن و بعضی از افراد بر اساس رشته ای که دارن درخواست میدن برای اونا. اگر استان اون افراد رو دعوت بکنن به خاطر شرایطی که دارن، با داشتن اون دعوتنامه استانی میتونن اینجا بگن که تو این قسمت بله ما دعوتنامه استانی داریم و 600 امتیاز اتوماتیک بهشون اضافه میشه. ولی اگر کسی دعوتنامه ای نداره، این قسمت هم میتونه نه انتخاب بکنه. قسمت بعدی در خصوص اینه که آیا شما خواهر برادری، پدر مادری در کانادا دارین یا نه. اگر داشته باشین مجدداً به همین خاطر یه امتیازی بهتون تعلق میگیره. شرایطش هم کامل نوشته، اگر با جزئیات بخونید، مثلا پسرعمه، پسردایی اینا شامل این امتیاز نمیشه، حتما باید خواهر برادر باشه. خب من اینو نه انتخاب میکنم. رسیدیم به قسمت آخر که امتیازمون رو میخواد حساب بکنه. ما گزینه محاسبه امتیاز رو که بزنیم، تو قسمت نتایج دونه دونه سرفصلایی که ما قبلا وارد کردیم رو بهمون نشون میده، امتیازهایی رو که گرفتیم بهمون نشون میده و نهایتا امتیاز کلیمون هم بهمون نشون میده. این امتیاز کلی به چه صورت هست؟ سیستم اکسپرس انتری به اصطلاح یه پول هست، یه استخر هست. همه افراد با شرایطی که با هم بررسی کردیم توی اون استخر قرار میگیرن و 2 هفته یه بار سیستم اداره مهاجرت میاد اینو درا میکنه. مثلا همین امروز یه درا انجام شد که 4500 تا دعوتنامه فرستاد و حداقل امتیاز دعوت شده 478 بود. حالا شما اگر بالاتر از اون حداقل امتیاز دعوت شده باشین، شما هم به اصطلاح ITA میگیرید که invitation to apply هست، براتون دعوتنامه ارسال میشه و مدارکی که ادعا کردین رو خودتون سابمیت میکنید و پروسه گرفتن ویزاتون به این صورت طی میشه. خب دوستان عزیز، این کلیه اطلاعاتی بود که میتونستم به صورت مقدماتی بگم خدمتتون و
خودتون بتونید امتیازتون رو حساب بکنید. اگر ویزاهای دیگر رو مد نظرتونه، بتونید از سایت دولت کانادا برید و خودتون بتونید مطالعه بکنید. اگر فکر میکنید که این ویدیو براتون مفید بود، فراموش نکنید که دکمه لایک رو بزنید، تو کانالمون سابسکرایب کنید و ویدیو رو به دوستاتون هم معرفی بکنید. منتظر نظرات و سوالاتتون تو قسمت کامنت پایین ویدیو هستم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.